ایمان به فرشتگان. فرشتگان خلق الملائكة از هم من بندگان عباد الله الله سبحانه و خلقهم تعالی عز هستند وجل که من نور آنها را وأوقدهم الله ليه. سبحانه و تعالی از نور آفرید. تنها آنها را به عبادت عبادته و طاعت وطاعته خود امر نمود. فبحمده يسبحون فرشتگان با ولأوامره حمد و ثنا او تعالی را تسبیح گفته توبه امر پروردگار هستند. الله سبحانه و تعالی در مطیعون. قرآن فرمود فرشتگان الله را در آنچه به آنها فرموده است نافرمانی نمی کنند و آنچه را می کنند که به آنها حکم می شود. سوره تحریم آیت 6. وهم فرشتگان خلق كثير خلق لا بسیار يعلم هستند عددهم که إلا عدد الله آنها را تعالى. کسی نمی داند مگر الله سبحانه و تعالی. ایمان والإيمان به بالملائكة فرشتگان أصل من اصلی از أصول اصول الاعتقاد، اعتقاد لا است. يتم الإيمان ایمان بالملائكة کسی کامل وهو نمی گردد يتضمن مگر با ایمان آوردن به فرشتگان، و ایمان به فرشتگان أربعة چهار أمور امور هي را در بر می الإقرار گیرد. الجازم بوجودهم یکم وأنهم اقرار خلق و من خلق ایمان الله کامل و سخرهم. موجود بودن آنها که آنها خلق از خلقهای الله سبحانه و تعالی هستند و مکلف می باشند. الإيمان دوم بأسماء من ایمان ثبت اسمه آوردن منهم و نامهای كجبرائيل آنها که وميكائيل بعضی آن وإسرافيل نامها ثابت شده است و مثل جبریل، میکائیل و اسرافیل و غیرها. وغيرهم عليهم سوم السلام. ایمان الإيمان آوردن به بأوصاف من صفتهای ثبت آنها وصفه که منهم كما بعضی جاء آن في وصف صفتها جبريل عليه ثابت شده السلام است و بأن مثل له صفت ستة جبریل علیه جناح السلام قد که سد به. او 600 بال داشت که افق را می پوشاند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. إيمان چهارم أخر، ایمان الإيمان آوردن به بأعمال کارهایی من که ثبت عمله آنها منهم اجرا میکنند که بعضی آن کارها ثابت شده است فجبريل و عليه مثل السلام جبریل علیه موکل السلام که موکل به نازل کردن وحی الهی الوحي است وملك و ملک الموت الموت موکل که بقبض الأرواح موکل قبض روح است و وإسرافيل اسرافیل موکل که بالنفخ في موکل الصور به کشیدن سور است و میکائیل وميكائيل که موکل به هر بالبرق یک قطره باران موکل است. و از ومنهم من فرشتگان موکل آنهایی بحفظ هستند العبد که في حلمه انسانها را در وترحاله خانه وفي هایشان كل و یا در أحواله سفر وهم و یا در المعقبون همه احوالشان حفظ میکنند که الله سبحانه و تعالی در حق الذين آنها قال الله في چنین فرموده شأنهم است. برای آدمی میان دو دست او و پسی پشت او فرشتگانی از پی همدیگر آینده هستند. به حکم الله او را نگه می‌دارند. سوره رعد آیت 11. و از ومن فرشتگان الملائكة حملة بردارنده های العرش عرش ومن هستند و از فرشتگان زوار زیارت بيت کنندگان المعمور. بیت قال المعمور النبي صلى هستند. الله عليه پیامبر صلی وسلم الله علیه و فرفع سلم عن بيت فرمودند المعمور پس فسألت من به سوی جبريل بیت فقال المعمور هذا برداشته البيت شدم المعمور که به بیت يصلي المعمور هر روز 70,000 ألفا فرشته إذا داخل خرج شده لم و يعودوا مثل إليه کعبه ألف در وما اطراف آن عليهم. تواف و عبادت میکنند که بار دوم آن فرشته ها نمی توانند بار دیگر بازگردند. حدیث با روایت امام بخاری. و از ومن فرشتگان الملائكة کرامان الكرام کاتبین الكاتبون هستند که آنها وهم وظیفه موکلون دارند بحفظ به عمل حفظ العبد و نوشتن وكتابته عمل من انسان خیر از او شر نیکی ها باشد فاحرص و على یا از سلامة بدی ها. ایمانك پس تو حریص بالملائكة بر من آن باش شأن که ده بر ومن عادى ایمان احد تو به من ملائكة فرشتگان الله نقصان فقد ضاع داخل عدو. نگردد. و آنی که فرشته را بد ببیند پس او دشمن الله سبحانه و تعالی است. لله الله سبحانه قال و تعالی تعالى فرمود هر کی به الله و فرشتگان وی و پیامبران وی و جبریل و میکائیل را دشمن باشد پس همانا الله آن کافران را دشمن است. سوره بقره آیه 98.